متفکران و فیلسوفان و اندیشمندان بسیاری در چهار گوشه عالم بسیار پرداختن به این مسئله، مفهوم رنج هست. رنج یکی از مفاهیم انسانی هست، در واقع مفهومی که عموم انسانها، همه ما با اون دوچار و سردرگریبان هستیم. اما اینکه این رنج چطور به وجود میاد و ماهیتش چیه و چطور باید این رنج رو برطرف کرد و دفع کرد، هر متفکری به یک شیوهی، به یک روشی در پی راه حلی بوده. یکی از راه حل‌های خیلی خوبی که ارائه شده و در واقع بخشی از این مسئله رو حل می‌کنه و بخشی از سوال رو منحل می‌کنه، نگاه مولانا هست. مولانا یک تعبیری داره که خیلی عجیب هست توی مثنوی، تعبیری به نام نعل وارونه داره مولانا. تعبیر نعل وارونه سرچشمش اینجاست که در روزگار قدیم هر وقت یه سواری میخواست بقیه رد پاشو گم بکنن، نعلای اسب خودشو وارونه میکرد و اینطوری میشد که اونایی که تعقیبش میکردن در جهت عکس حرکت او اینو دنبال میکردن. تعبیر نعل وارونه در واقع به معنی رد گم کردن و بقیه رو در پی خود ناکام کردن هست. مولانا وقتی از جهان هستی بحث میکنه، بارها و بارها از این اصطلاح نعل وارونه استفاده میکنه و میشه گفت که جهان از نگاه مولانا خانه نعلهای وارونه است. یعنی جهانی که توی اون اشیا، پدیده ها، روند ها، رویداد ها اون طوری که نشون میدن نیستند و نمود اونها با بودشون با هم مطابق نیست. خب این مسئله ممکنه به نظر خیلی ساده بیاد که بود و نموده اشیا با هم متفاوته، ولی راستش رو بخواید یکی از پیچیده ترین و مهمترین مسئله های اندیشه مولانا همینه. و اگه ما یک فهم دقیق و عمیقی از همین مسئله پیدا بکنیم، بخش عظیمی از آثار و اندیشه های مولانا رو میتونیم بفهمیم و یه تحلیل دقیق و یک بررسی عمیقی در حوزه‌های مختلف معرفتی پیش روی ما گذاشته میشه با فهم همین نکته ساده. درک دقیق و عمیق نعل‌های وارونه یه عینک شگفتی به چشم‌های ما میزنه که باعث میشه ما هستی رو به یه شکل متفاوت متوجه بشیم و بفهمیم. اجازه بدید اشاره کنم به یکی از نمونه‌های نعل وارونه. یکی از نعل‌های وارونه این عالم رنج موجود در عالم و راحتی موجود در هستیه. مولوی به ما میگه که غم و شادی و رنج و راحت اینها نعل‌های وارونن و هر کس در پی یکی از دو طرف این تقابل بره از نقطه مقابل سر در میاره. یعنی در واقع ساختار این عالم به شکلی طراحی شده که هر کسی همیشه به دنبال راحتی باشه به زودی گرفتار غم و رنج میشه و هر کس آگاهانه بیاد رنج رو انتخاب بکنه به راحتی و رفاه میرسه. مولانا میگه در کتابهاش به شکلهای مختلف که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل باژگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. مولوی برای اینکه این مسئله رو برای ما شرح بده یک گفتگوی جالبی رو هم نقل کرده. میگه یه درویشی از درویش دیگه میپرسه که تو خدا رو چطور یافتی؟ و درویش پاسخ میده من خدا رو دیدم که سمت چپش آتش بود، سمت راستش آب. یه گروه خواهان آب بودن و یه دست طالب آتش، اما عجیب این که هر کی سمت آب میرفت از دل آتش سر بیرون میآورد و هر کی تو آب فرو میشد از دل آتش بیرون می اومد. و عجیبتر اینه که هیچ کس از این راز آگاه نبود. به همین خاطر طالبان آب خیلی بیشتر از خواهندگان آتش بودن، در حالی که اون آب آتش سرشت بود و آتش آب مزاج بود و جز یک معدود نیکبختانی اینا به سمت آتش نمی رفتن. حرف مولانا اینه که معبود و محبوب بسیاری از انسان‌ها ذوق نقد هست و همین باعث میشه که یک باخت تلخی در پایان زندگیشون رقم بخوره
فرعون به سمت آب رفت و آب برش آتش شد. ابراهیم از آتش نترسید و در آتشی آب گوارا پیدا کرد. در درون آتش، آتش رنج، گلستان سعادت جا گرفته و در دل آب رفاه و آسایش آتش نگونبختی جا داره. به نظر مولانا در جهانی که سرشار از نعل‌های وارونه است، ممکنه خیلی از آدم‌ها در سطح ظاهری پدیده‌ها گرفتار بشن و بهترین راه حل اینه، مهمترین معیاری که در بین نعل‌های وارونه راه رو به ما نشون میده، عاقبت‌اندیشی و دوران